الاصل اننا این است که ما احادیث پیامبر را برای شما عزیزان یادآوری کنیم. ای جوانان، هر کدام از شما توانایی دارد ازدواج کند، یعنی هر کس توانایی ازدواج دارد ازدواج کند، و اگر شخصی توانایی نداشت باید چه کار بکند؟ باید به نصیحت پیامبر بازگردد، روزه بگیرد، چون با روزه غذا و نوشیدنی کم می شود، پس کم می خورد، کم می نوشد و روزه می گیرد و دعا می کند و می گوید بار الها من را با حلالت کفایت کن و من را با فضل خود از غیر خود بی نیاز بگردان. خودداری کردن از سخنان اضافی، به ویژه سخنانی که باعث برانگیخته شدن شهوت می شود. سپس فرد هیچ راهی جز حرام برای خاموش کردن وسوسه شیطان و شهوتش پیدا نمی کند. سوره یوسف را بخواند، آنجا که یوسف می فرماید پروردگارا زندان نزد من از آنچه که اینها مرا به سویان می خوانند محبوب تر است، و اگر مکر آنها را از من نگردانی به سویانها متمایل می شوم و از نادانان خواهم بود. و به یاد می آورد که الله متعال چه چیزهایی را برای متقیان در بهشت آماده کرده است، و چشمش را از حرام می گیرد و بداند که هر کس به خاطر الله متعال چیزی را ترک کند، خداوند به او بهترش را می دهد. از هر آنچه که می تواند سبب فتنه باشد دوری می کند و بدون ضرورت وارد اینترنت نمی شود، و باید بسیار تلاش کند که در خانه یا هر جای دیگر هرگز تنها نباشد، و تا خسته نشده است نخوابد و به زیارت قبرستان ها برود. کافران میخواهند مسلمانان را به آنچه که خود در آن هستند دعوت کنند، تا اینکه نسل ها در هم آمیخته شود و پدر فرزند خود و فرزند پدر خود را نشناسد. تعدادی از اهل علم از جمله امام شافعی میفرمایند زنا همانند قرضی است که باید پرداخت شود و پرداختش در خانواده خودت است. پیامبر فرمود ای نوجوان، حدود خدا را در تمام امور حفظ کن. در تمام امور خداوند هم تو را حفظ خواهد کرد. در سختی ها خداوند را بشناس، چرا که خداوند تو را در وقت آسانی می شناسد. تو از الله درخواست می کنی و او رزاق است و همراه هر سختی آسانی است. بعضی از علمای سلف گفتند به طالبان علم می گفتند که از شهوت زنان و شهوت زبان در مجالس ما سخن نگویید. این برای طالبان علم بوده است. حال غیر از آنها باید چگونه باشند؟ پس از الله متعال خواستاریم که ما را به سوی هر آنچه که خودش دوست دارد هدایت کند. اگر فرد می تواند پس ازدواج کند، و اگر نمی تواند مراعات حال مجردها را بکند. بعضی از علما گفتند افراد متأهل در صحبت کردن بعضی از مسائل رعایت کنند، یا در جمع مجردها بعضی از صحبتها را مطرح نکنند، چون آنها هم از این مسائل تأثیر می گیرند و این برای مجردها مشکلاتی ایجاد می کند که غیر قابل جبران خواهد بود. مراقب باشند تا مجردها را به گناه نیندازند.